برم. خود زرده کردی؟ دختر به این کاری کی داره؟ بگیر بوس لوس. تشریف بردین خانم، همه کارو تموم شده. شرمنده اخلاقتون. خیلی نامردی، دو ساعت دیر اومدی، حالا هی میگی شرمنگی اخلاقتون. مثلا تو بانی اصلی این کارای هیئتی. بوری جان زعفرون بیاد، هر کی هم نیت داره بیاد سر دید. نبود کسی که از اون مردم چنین چیزی طلب بکند. Come on.
الو الو، خب حرف بزن، حرف بزن آقای محترم، حرف بزن خانم عزیز، دارم میشنوم. کلافمون کردی، هر خری کردی حرف بزن نریزی. مامان جان رفتن عشق و صفا، به من فوش میدی؟ خفه شو آشغال، تو کی هستی؟ الو، کسافت، کسافت، الو. سلام مودی مودی، خانم سر چیونه خبر از ما نمیگیر؟ سلام کتی، خوبی؟ گفتم الان در حال سینه زنی و خوردن آش داغ. چی؟ آش داغ خسیس برای من کنار گذاشتی؟ خب حالا ببین جونم، اگه بخوایم شمارمونو بدیم کنترل، بابات میتونه ترتیبشو بده؟ چیه مزاحم داری؟ آره پسر دختر زنی مرده، امشب فهمیدم یه دختره. وا چه با حسرت، حالا که فهمیدی پسر نیست میخوای پدرش. خیلی خوب لوس، کتی من بعدم بهت زنگ میزنم، خدافظ. علیکم سلام. سلام، رفتم دنبالت. چیه دل کندی؟ موبایلتون خاموش بود. ایوا آره خاموشه. رفتی یکی از شاگردای شهرستانیم زنگ زد، طفلک حالش بد بود میخواست بره بیمارستان، طفل معصوم پولم نداشت. جدن توی بیمارستان آدم دلش میگیره. چادر نوعتو خیس شده. چند وقت بار گذاشتی سر کار حرف بزدی، حالا داری زر میزنی. زود عصبانی نشو عزیزم، هنوز خیلی زر دارم بزنم. خب ماما تشریف آوردن، حالشونم که خوبه. به تو مربوط نیست، آشغال کسافت یه بار دیگه اینجا زنگ بزنی پدر تو در میارم. فکر میکنی شمارت اینجا نمیفته؟ غلطی دلت بخواد میتونی بکنی؟ مامان من نجیبتر از این حرف هست. ولی خانم نجیب به دخترش میگه این آقا سیروس چند سال از تو بزرگتره، صلاح نیست باهاش ازدواج کنی. ولی مادر نجیب خودش میره با سیروس خان صفا. غلط کردی نجیب، کسافت. الو الو، سلام خانم، ببخشید این شماره رو آقا سیروس. بله میدونم، حکمم به تو هم قول داده بگیرتت. بله. خب شما تلفنی آدرسی چیزی ازشون نداریم به من بدین؟ نه جونم، هیچ خبری ازش نیست. والا خدا میدونه من ندیدم به چش خودم، اما همسایه‌ها میگن یه بیوه زنه رو
هم زن خونه داره هم ماشین. آقا بعد به خیر شد دختر جون، تو هم برو دنبال وقته، چرا آدم اهل زندگی نیستن. برو مادر برو بیام. آقا زیاد نزدیک ماشین نشین، متوجهمون میشن. ازش جا موندیم آقا، رفت. لا اله الا الله. خانم من اهل دردسر نیستم. دردسر کدومه؟ مادرمه. من نماری رو قانون حلالم. آقا تو رو خدا یه ذره تندتر بریم، اصلا میزنم بغل پیاده سو خانم کره هم نمیخوام. خدا بیامرز پدرتون، شما خیلی اعتماد داشتین. خدا رفتگان شما رو بیامرز. دینه بدنست خانم. بله بله، اینم ماشین خانم. خیلی خوش اومدید، موازم خودتون باشید. خیلی لطف کردید، خدا نگه. خانواده مطمئن سلام برسونید. چشم، حتما. حتما سر روز دیگه تشریف رو دیگه، ماشین رو برمیان. حتما. کجا داری میری؟ شیشه رو بده پایین. دنبالم رفت دیدی که چی؟ مچمو بگیری؟
نبینی چقدر خورد شدم؟ تا قبل از اینکه خبر باباتو بیارن اینجوری نبودم. بعد از اینم هر کی گفت چه قشنگی زدم تو پوزش. گفتم دختر دارم، فردا مردی که چشم بد نگاش نکنه. حالا خانم اینقدر بزرگ شدن که ماشین سواری میکنن، تعقیب و گریز میکنن، که چی؟ که مامانش چلچلیشه. غیرتی شدی ها؟ خوبه والا. دیگه تعقیبم نکن. به موقعش همه چی رو میفهمی. موقعش الانه. بگو کیه؟ نمیتونم بگم. ازم خواسته به خاطر خودت بهت نگم. پس دلش برای منم میسوزه. میگه خجالت میکشی. خیلی دوست داره. منو دوست داره. پشت گوشام مخملیه، بچه خر میکنی. ار ار خیلی دوست داره. به گونه بده خیلی. خوش باشی. سیروس آدم بدیه، به تو نمیخوره. اصلا ازت انتظار نداشتم. سیروس خره کیه؟ چشماش بتونه افته خیلی قشنگ پدر سوخته. چرا بابا انقدر دخترشون رو دوست دارن؟ بابا میگه هر کی دختر نداره لذت پدری رو نمیچشه. بازم داری زد میکنی؟ آره دیگه. سلام آمد به جونم هر سی یک بار. دو تا شید چی؟ غم یار و غم یار و غم یار. چقدر چهراتون رو تو ذهنم مرور میکردم زیر مشت بگرد. برای سلاماتتون ختم هزار صلوات میگرفتم. وقتی اسرا آزاد شدن گفتم امیر حسین داری میری که حوری و مریم رو ببینی. تموم شد. ایشالا بهتر که بشن به حوری هم میرسی. تا که مرمون شکل بابای حوری برم. تا که تا وقتی کاملا خوب بشن. بازم ازت خواهش میکنم نظر دخترم من این شکل ببین. خب حالا یه سورپریز برای بابای حوری بس بزنم پایی برم. مامان این جراب سفیدای من کو بایدیرم شد. ای وای این که لنگه به لنگه هست. بابا یه لنگه به لنگه میبوشه که هی به لنگه میگه که هر چیز رنگه همه مال پای لنگه همه مال پای لنگه واسه نونه واسه نونه جرابای من کدومه جرابای من کدومه. ماما جراب میخوام. ماما دیرم شد به خدا. من خیلی خرم مگه نه؟ مامان بیاریمش. میگه نمیخوام بچه من اینجوری ببینه. میخواد چند ماه دیگه که حالش بهتر شد بیاد خونه. حالا نوبت دل منه. دلم میخواد همین حالا ببینمش. مامان دلم براش یه ذره است. خواهش میکنم آدرس بیمارستان رو بده. به یه شرط. اگه تونستی بشناسیش میبینمش. بشناسیش میاریمش.
بفرم اعصاب روان مشکل ارگانیکی در سیستم بدنشون دارد. این آقای ترابی ما در ضمن اینکه دچار موج گرفتگی هستند، در این قسمت مغزشون ترکشی دیده شده که قابل درآوردن نیست و با کوچکترین استرس فعالیت خودش رو در این قسمت شروع می‌کنه و باعث میشه که ایشون زمان و مکان رو از یاد ببرن و دچار دیسترس کامل بشن. بشین بابا. چشم. دست درد نکنه. دستپخت خودت بود؟ البته به پای دستپخت مریم خانم شما که نمیرسه. چطور بود؟ عرض شود که هر گل یه بوی داره خود. پس عرض شود که این بو مال گل رستوران محلمونه بابایی. من خیلی کردم که خدا بیامرزه خانم جانم. خدا رحمتش کنه. اونم خیلی رستورانی بود. هنوز نگفته مهمون داریم یه قابلمه رو میداد دستت. امیر حسین به پر برو بگیر بیا. اونم حالا آشپزی نداشت. حالا آشپزی نداشت برای یه آش و اسم بخ که خدا وقتی نبودین نبودنتون همه جا بود. چراغ خونمون خاموش بود بابا. شما
چرا؟ ما شمع سوسوزن هم نیستیم بابا جان. چرا؟ اندازه همه عمرم ندیدمتون بابایی. ولی من به اندازه همه عمرت تو مامانو تو ذهنم دیدم. اول منو دیدیم، بعد مامانو، یا اول مامانو؟ تو رو که من واقعا به والله اون موقعی که میومد بیمارستان تو چشماش میدیدم، تو رو میدیدم. درسته؟ بیماری شما مسئله مهمی نیست که اینقدر غیبت صبر و کبرا برای جیگر گوشتون چیدین. الو، خوب از سیروس انتقام گرفتی، همو سرش آوردی؟ الو، بله. جوانای امروز نصف عمرشون پای تلفن میگذرونه. این هم یه جور جوانی کردن دیگه. مگه ما جوان نبودیم؟ چرا بودیم، ولی تلفن نداشتیم. زنگ در خونه ها رو میزدیم در میرفتیم. میخواستی زندگیمون رو جهنم کنی؟ همت رنگ نداره خانم مزخرف. طلبکار یا خواستگار؟ اوریه جان، نر بذار تو آشپز. الو، موبایل قطع میشه. چیکار میکنی دختر؟ الو، مزاحم تلفنیه. چیه صدام تغییر کرده؟ دلت میخواد منو ببینی؟ پشت در خونتونم بیا. موزه هم تلفنی داریم؟ یکی دو ماه. زنه یا مرده؟ نه مرده، حرف نمیزنه. بکنم چشماتو باز کن. وای بی بغلا قش نکن خانم، بهتون تبریک میگم واقعا. چشماتون روشن. چه خبره؟ چرا این کوچه رو تو اقماسه چراغونی نکردی؟ خیلی سوت و کوره. سلام. پس تلویزیونا کجا؟ سلام. من اومدم راجع به مشکلات جوونا مصاحبه مطبوعاتی کنم، حجابم که قابل پخشه. دختر همسایه‌مون یه ذره شیرین میزنه، گفتم یه ذره شاد چی. اینا کیه؟ بابا برادرمه دیگه. گفتم دف میزنه، گفتم با دوستش بده زنی مرسی. قربان، خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالیم که میبینیتون، خیلی خوش اومدین به وطن، با اجازهتون قربان شما خدا. من میارمشون تو دفو من بردم، ماشینو پارک کن بیا. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. با اجازهتون خواهش میکنم. بفرمایید. بچه سورپرایزی. آدم بعد از این همه سال چشاشو باز کنه ببینه خدا از آسمون براش یه شوهر فرستاده. ما که سلام مریم خانم. من سانازم، همسایه کتین. خوبین؟ خاک بر سر نامزد سابق بیلیاقت من. ببینم اونجا چه خبره. خب بچه جون خوب هستین؟ ساناز جون، کتی جون چطوری؟ شما خام ترابی شما بفرمین به آقاتون برسیم. ما خودمون چیز پیدا میکنیم میخوریم. میدونین که من اصلا اهل تعارف نیستم، همینا رو گرم میکنیم دیگه. الهی قربونتون برم، من خودم آماده میکنم، بفرمایید. اگه زحمت زنگ بزنم رستوران پول هستا؟ برو زنگ بزن. خانم دارم شما که میدونین هوری موری ما شوخه یکم، شما به دل نگیرین. اگه نه من حالا که دست باخته شما. نه من که بابام خیلی زود ایشون مرحوم شده هستن. ولی یه خانجون داشتیم خدا رحمت کنه، این نشسته بود پاما، همش هم همه هوش و حواسش به این موهای ما. میگفت چیه؟ من تو دختری، مرد باید زمخ باشه، گردن کلوف باشه، سلامت داشته باشه. ماهی از این گوش میگرفتیم، از این گوشی. بالاخره یه روزی یه حاج آقایی بالا منبر گفت پیامبر اعظم موهایشون انقدر بلند بوده که تا سر شونه‌هاشون اومده. مام خوشحال مثل فشنگ شلیک شده سمت خونه که آی خانم جان نعوذ بالله نعوذ بالله، موهای ما مثل موهای پیغمبره. که دیدیم خانم جان با یه قیچی و یه شونه وایستادم در خونه، تا اومدم بگم موهام نصف زلفای منو کجکی چید.
من زنم زیر گریه که نگاه کردم خودمونم بایستد رو زار زار گریه میکنه چنگ موی من گیسای مام دستش ای چه چیزایی رو سر چه چیزایی الکی بحث کردیم چه چیزایی مهم رو ازش قابل شد ای به این کتایون خر میگم سر صدا برای بابای من بدی وقتی به خری کتایون نداره موسیقی درمانی علمه این روزا که روزای رقاصی نیست تو هیئت محله ما بچه ها ارگم میزنن راست میگه عزاداری رقاصی وقت داره راست میگه رقاصی یعنی چی؟ بابا من بی افتخار اومدن سردار حال کنی راست میگه اوریه که چی نمه سوت و کور خیلی ارادت داریم سردار سلامت باشیم سلام دوباره سلامت باشیم بچه ها تموم شه شام حاضره اول شام بخوری آماده آماده که نیست تموم شه میارم شما رزمی کار میکنی؟ رزمی، یوگا، حرکات موزون کنکورم شرکت میکنم قبول نمیشم آخه پارتی بازیه امسالم قبول نشم باید شوهر کنم خب بعد فکر نیستم یخمیم دیر شد بابا سردار کی لیاقت ما رو داره شما که نبودین ببینین ارزش ها ارزش ها ارزش ها ارزش ها سیاسی کاری و دستکاری شدن توسعه مدنی طالبان دموکراسی غرب بروکراسی اداری یه مش پسر قیرتی دانشگاه که محل به کسی نمیذارن یعنی ما دیگه؟ نه عزیزم شما که هنوز بچه سردار زدی تو آتش زایه شدیم امیده چیزی بزن یه چیزی بزن به اون در باشه چشم باجزه شما کلاس معلم میخواد
آقا جان بوریه بیاد میرم. ببین اگه اینجوری باشه میفهمم مزاحمم، ول میکنم میرم هم آسایشگاه. نکن دیگه، الان چند روز علاف من شدی؟ بس دیگه مهمونی. خیلی ممنونم، خیلی ممنون. وگرنه شال و کلا میکنم همین الان میرم بیمارستان، اونجا دیگه خجالت هم نمیکشه. حالم خوبه. قرصمو خوردم؟ نه دیگه، آوردم بخوری. خوب بده بخورم. ولش کن، من میخورم. برو میخورم. بدون تجویز پزشک مصرف نشود، دور از رطوبت و کمتر از 30 درجه سانتیگراد، دور از دهشت. بله سلام، سردار بزرگ چطورن؟ الو، یکی اینجاست میخواد باهاتون صحبت کنه. چطوری مرد مجاهد؟ برای خیلی ها پدری کردی، ولی حیف که همه شون زیر خاکن. اگه نه حتما حق پدر معنوی که به روغن سوزی افتاده رو ادا کرده. شما کی هستی؟ دوست داری کی باشم؟ یه دوست قدیم. دوستای قدیم من یا زیر خاکن یا حافظ خاک. درد تو بگو. خانومت بهت گفته تو این مدت یه امیر حسین دیگه ای داشته؟ خفش بابا، بدم مریض داریم. تو رو به خدا یواش دارم. خانم دکتر شما بازاری بهداری؟ میرم. اینجا چی کار میکنی؟ اینجا چی که یه وجه وجه خاک و بدی؟ مگه راننده بولدوزر نه؟ آقا راننده بولدوزر شهید شده. مهمه آسایش شش سلام. شش سلام. سلام. باید از اینجا بریم همین حالا. امیر، امیر حسین جان، دست درد نکنه. لیلی و مجنون ما هم هستیم. حالا خانم راننده یه جا نگه دارین لیلی و مجنون یه نهاری بخورن، یه نمازی بخونن. آره بابا، یه دستشویی برن. هی قرص با چای، هی قرص با آب. چشم بابای مامانی من و مامان خانم، داریم میرسیم. گوز نکن صاف بشین. شده این من خوبه؟ نه دیگه اونجوری.
بیلا تو جنگل، بیلا کنار سایه. سرما نخوری. حالا این دانشگاه هوریو کار تو چی میشه؟ جون امیرحسین بذار به هوای تو ما هم یه نفسی تازه کنیم. بابا هوریو یه چند ماه دیرتر خانم مهندس میشه، من هم چند ماه دیرتر پیر میشم. کلی مرخصی طلب کارم. قرصم خوردم؟ آره خوردی. آقا این میز خصوصیه. خیلی مزاحمتون نمیشم. مهموناتون بیان میرم. مزاحمه. کم و زیاد نداره. این میزم تا یه سال رزرو سرورتونه. سرور، مواظب دستت باش. چاقو تیزه. بله. الو. جای خوبی نگه داشتی. حالا کجا میری؟ از واقعیت فرار میکنی؟ کدوم گوری هستی؟ اگه دستم بهت برسه بلایی سرت میارم که مرغای آسمان بالت بیاری. نه عصبانی نشو، خیلی هم دوروبرت نچرخ، منو پیدا نمی. نباش، بازم به زنگ میزنم. یه فیلم ویدیویی از خلوت مامان جونت با سیروس دارم، ببینی ازم تشکر میکنی. فعلا خوش بگذارم. حیف این آب و هوا نیست. بابا صفا کن. ویلا کنار دریا، ویلا دو جنگل، ویلا داریم، ویلا ساحلی، ویلا داریم، ویلا تو جنگل، ویلا کنار ساحل. ویلا خانم، ویلا میخوای؟ ویلا داریم، ویلا داریم خانم، ویلا. ویلا جنگلی داریم، دریایی داریم. آقا جون، این میز خصوصیه، رزرو شده. بفرم. ببر. بخشیدم. خیلی ممنون. با این قیمت برای سما بهتر از این پیدا نکنیم. دست شما درد نکنه. اینجا هرچی بخوان هست. سوپرمارکت داریم، بازار سنتی داریم. هرچی بخوان اینجا از شیر مرغ گرفته تا جون آدمی زاد. اینجا جون آدمی زاد کی بچنده آقا؟ ها؟ شوخی کرده. از اون ناز. البته چیش ماهواره مگه بخوان برایتون فراهم میکنم. البته تلویزیون اونور آبون بده که نیه. تلویزیون اینور آب چی؟ توری نیا، اما بده مابره نشنه. خوش بگذره. خدا حافظ. خدا حافظ. بابا بریم تو.
مرجان شما سفارش دیگه ندارید که مرجانی خرجانی عمه جانی خاله جانی بخرم؟ نه هوریا خانم سفارش دیگه ندارم. خب اما یه سوال دارم. بفرما. میخوام ببینم جایی به این قشنگی نمیشد مرا زودتر میآوردی؟ حتما بعد این بابا جانت باشه. آو شما به نکته مهمی اشاره کردین. چند آگهی بازرگانی توجه کنی من برمیگردم. بابا جو شما سفارش ندارین؟ چرا بابا قوز نکن. چشم خدافظ. خدافظ سلامت. روی نگاه کن. الو سلام خاله جون شما این؟ بله وای خرید کرده بودم ریخت. بله شما لیم خاله انشالله میایم خدمت تو شیراز. یه در گوشی خاله. ببخشید خاله جون چشم دلتون روشن دیگه فرصت نشد دیگه. بله نه تنها می‌پرسی خانه دوست کجاست؟ کجاست؟ اینو گفت آخرش حفظ نیستی. چند سنه؟ کتی خانم اینجوری ادامه بدی بوشو قطع می‌کنم. ما به حوض می‌کشیم نامه‌هاتونو می‌رسونیم نگهبانی می‌دیم افتخارم می‌کنیم. آفرین. یه زنگ نزنی ها. شرمندم به خدا. باش تا اموراتت بگذره. ببینم قضیه مزاحمه رو به بابا مامانت گفتی؟ نه نه گفتم. آخه چرا نمی‌گی؟ این مزاحمه عوضی هم دست بردار نیست. ببین این قضیه مشکل دار میشه ها. بعد جوری پشیمون میشی ها. اینقدر خربازی در نیاد. میدونی چند بار سعی کردم بگم ولی ما اصلا به خاطر اعصاب بابا اومدیم اینجا که ساکت و آروم باشه. الان نمیدونم بگم چه اتفاقی میفته. میترسم اعصابش خورد شه. حالا شادم گفتم. میدونی من فکر میکنم این یارو میخواد تلکه کنه. تلکه کنه؟ ما چی داریم که تلکه کنه؟ وا قضیه اون نامزد بی‌لیاقت من واسه یه عکس خیلی خوب. حالا خیلی خاطره خوبی تعریف میکنه. ببین جونم یه حسی به همش میرسه ولی اگه برسه من میگم. آخه چه احساسات لطیف. دوست دارم برم اون جلو. ها؟ ها؟ روشنایی این کتایون میره گلامون آبده این نامه رو جلو خونه پیدا میکنه. برای یعنی کیه؟ برای خود ما؟ برای خودمون نه برای ما. برای ما
تو رو کشیدن. من برم سبد از تو ماشین بیارم، یه سر ماهی ارزون و تازه با اینا بگیریم ها. آره برو بیا، جایی نرو، همینجا باش، برمیگردم، زود برمیگردم. برادر گرامی سردار سرفراز، جناب آقای امیر حسین ترابی، سلام علیکم. حال که به لطف خداوند به وطن بازگشته اید، پس از بدین وسیله شما دعوت می شود که در روز دوشنبه ساعت فلان جهت تابلو مرده بودیم یه خیابون به اسممون بودا. چطوری؟ غریبه ما، خیابون ما رو گرفتن تا هم از مقاله کرد. برنگرد وگرنه مغزتو داغون میکنم. فکر نمیکنی اشتباه گرفته بشی؟ مونه طلبه اشتباه؟ یاد رفته چطوری جوانهای مردم سردرگم کردی؟ یاد رفته آخر دوال کومل بند پوتینا رو گره زدی؟ زانو بزن، التماس کن نکشمت. خاک تو سرت برسدی که 40 سال از خدا عمر گرفتی آدم نمیشی. فکر نکردی یه وقت سکته کنم؟ پس دیگه شهادت از اصل شیرین تر نیست. نه خیر، ما قندرم اصلا اصل برام خوب نیست. من جای شمشیر امام زمانو ماچ کنم. باز دل جنه محشور بشه. سلام. خاطرات دوران جنگ، نوستالژی. اصلا تو که دیدی؟ بله. تو فیلم قد یه نخود دیده میشه. خوبی داشت آقا. زنگ نزد با هم بیم. گفتم مزاحم نشم دیگه. نخودت هم. من برای این ماشین جابجا کنم. بفرما بذار. صاحبخانه؟ یا الله. خوش اومدین، لطف کردین. چرا به خانم بچه ها تشریف نیوردین؟ بچه ها کمرم مدرسه، ایشالله شما تشریف بیارین قوم. تعارف اومد نعیمت بره، فردا حتما خدمت میرسی. قدمتون روی چشم. ویلا که بود هاش خانم، قابل ندونستین. والا به خدا عجله ای شد. با اجازت. خوب موندی؟ من؟ پیر، موجی، درب داغون. اینکه شرح حال منه، هلوی تو دل برو. برو اشکال که نداره آقا، بعضی از علما حرام کردن،
مضاف بر اینکه دودشم تجاوز به حقوق دیگران. البته بعضی از علما هم حرام نکردن. اطباء هم راجع به مضراتش نظرات مختلف ده. چایی رو بکنی؟ بله. بله. سلام. بیا فیلم مامان جونتو با سیروس بگیر. خفشو. من تو همون رستورانی هم که بهت قول فیلمو دادم یه پالتوی زرشکی پوشیدم، کلام سرمه، منتظرتم. من بده دو تا این خورزکتون تا هست. نه آقا، نه اون دمر کنید تو من میخورم. آقا چی نمیدنش که تو میدمر خودتی؟ هنوز خودم. بده ببینم اون فیلمو. فیلم؟ آره. چه فیلمی؟ رسمی؟ رسمی؟ مامانی؟ تو شو من ویدیو کلوپم. میخوای حالگیری کنی؟ آره بابا حال نداری. بلای سرت بیارم، مزاحمت از سرت بپره. فکر نمیکرده بیام سراغت؟ نه ببین من قاطیم ها، بلای سر خودم و خودت میارم. بزن به چاک. باشه باشه میرم. میرم بسام ببینم، بسام به مامان من تو اومد میزنی بلنده میکنم. خلص برم کنی به مامان من تو اومد میزنی تحمیله میدم. منو بلم کنی، بلم کنی بسام. باشو باشو تو اومد زن، بلند شو تو اومد بزن. چیه افتادی؟
میلرسی باشو بلنشو میگم باشو دیگه به خدا من نزدم شما شاهد بودی خانم شما بگو مزاحم شده بود تهمت زده بود تو رو خدا یکی کمک کنه یکی بلندش کنه آقا بلند خبر جناب همکارم بله رمزانی کجایی تو؟ خب خودت دیدی؟ خیلی خوب گواهی بیمارستان رو بگیر اعزام کن پزشکخانه صورت جلسه اول رویت کن بعد امضا کن مثل اون مورد نشه خدافز ببریمش متاسفانه مضروبه فوت کرده سند میذاریم خونه ویلا چه میدونم کارخونه موضوع قتله فردا میره دادسرای مرکزی محل اقامتش اونجا قراره وثیقه رو صادر شما میتونید برید وسیقه بذارید آزادش کنن ولی الان نمیشه چونه ببینیمش؟ البته آیا احمدی؟ سلام سلام بابا سلام بوریه؟ نترسی بابا همه چی درست میشه انشالله به خدا من نزدم معلومه که نزدی کار حرفه‌ای بوده بابام فهمیده خودت نباسی بابا همه چی درست میشه حالش چطوره بابا حالش خوبه خیالت راحت باشه به خدا من نزد نگران هیچی نباش مرده که مرده برات بهترین وکیلو میگیرم سالمه چی؟ کی؟ مریم من گاهی دیوونم بی خنگ که نیستم بی خبری شده نترس به هم نمیرزم قرصم خوردم چیزی نیست هوریه تصادف کرده ولی حالش خوبه به اونی که زده حالش زیاد خوب نیست بله گوشی رو بدید به سردار ترابی شما؟ از دوستانم راجع به دخترتون خبر دارم بله بله میگه از دوستای قدیمیته سلام رفیق عزیزم به به سردار چطوری مرد مجاهد؟ بکنم ما با هم حرفامونو زدیم احسنت هنوز مغزت کار میکنه فرمایش با این مغز دیجیتالی و زبون چرب و نرمت مخ خیلی ها رو زدی بردی گوشت جلوی توپ کردی حالا عقوبت پس بده سردار تو کی هستی؟ پدر یک گوشت جلوی توپ هم یه استعداد اگه بود یه ستاره میشد الان ستاره اگه ستاره شناس باشی کمترین خونبهاش بچته سردار زج بکش به
الان تو فرودگاه، بی خود دنبالم نگرد. بفرمید. گفتم بهش؟ بله گفتم، تصادف کرده. خوبی سردار؟ بفرمید. شب بخیر. قربان لباس زنه ما تمام نمیپوشه. خانم ترابی قرار نبود لباس متهم باشه. آقای قاسمی وکیل پایه که دادگستری هستم. بله. کارش هم خوب بلده. به صلاح حرف ایشون رو گوش بدیم. باشه، وکالت پرونده رو میسپاریم به ایشون. حاجی سازشکار بازی در بیارید کار خراب میشه. من بیرو در بایسی بگم بین آقای کرواتی و این همسنگر اصلاح شده اصلا اعتمادی ندارم. ببخشید جناب، بنده نه مشکل مالی دارم نه کمبود مشتری. آقای سهرابی از من خواهش کردن که بیام، منم احساس کردم که مسئله ملیه، اومدم خدمتتون که شاید کمکتون کنم. اگه ناراحتین بنده مرخص میشم. دکتر این آقای اسدی ما خودش جز آثار باستانی اسناد ملیه، شما به دل نگیر. باید اینجا بمونید تا رضایت بگیرید. رضایت گرفتن کار خیلی سختی، حوصله میخواد. نه من نمیفهم هیچکی نیه حقیقت بفهمه. اطلاعاتی دایره جنایی وثیقه میذاریم آزادش میکنیم. آزاد که بشه روحی خانواده مقتول جریحه دار میشه، اون وقت دیگه نمیتونیم رضایت بگیریم. یعنی تو که مأمور اداره عملیاتی لشکر بودی اینقدر عرضه نداشتی بفهمی؟ ببخشینا اصلا این مشکل ملی گذاشت ما حرف بزنیم. خودشون میبرن خودشون هم میدوزن. خب تو بدوز ببینم چی مدوزی. از طریق پرینت خونه شما جاشو پیدا کردم. خب. رفتم به میس، آمارش از طریق داداشش که تو هلال احمر گرفتم، اونجا فهمیدم که داداشه بهش گفته که جنابالی آزاد شدی، اونم کینه شطوریش گل کرده. چرا؟ برای اینکه بچهش تحت تاثیر جنابالی بوده، شاهاوزاده بوده و همین یه بچه و یه شغل مهم تو گمرک. خلاف میکرده. بچه بهش میگه بابا جان این کار اختلاسه، رشوت نکنه، کار رو گوش نمیکرده. بچه هم نخو میده، میان آقا رو میگیرن زندان، بعدم اخراج. بعد بچهش که توی گردان جنابالی بوده شهید میشه. اون وقت جنابالی میشی آینه دق، کینش هم میشه شطوری. امان از کیناجی. یعنی شما هیچ کدومتون عرضه نداره این بابا رو بگیریم بیارین اینجا؟ به فرض اینکه اینترپول اونو دستگیرش کرد آورد اینجا، ما چی داریم؟ اینترپول و سریم سرخ و اینا. اجازه بدیم ما چی داریم؟ فقط 4 تا تماس تلفنی با خونه شما، غیر از اینه. ولی اونا اثر انگشت رو دسته چاقو، گردنبند دختر شما توی مشت مقتول، اون همه شاهد زندگی که اونجا بودن. اگه رضایت نگیریم متاسفانه طبق قرائن موجود اعدامش قطعی. من شما به آقای سنجری بگو گوش کن. آقای عزیز من وکیل خانم ترابی هستم. شما به Thank you.
باز نمی کنم. صد بارم که بیایم همینه. همین در واکو قربونت. سلام آجا، چه امری دارید؟ بفرمایید. با اجازه. آجا دست برون. آجا اجازه. این اصلا اجازه گیرم بعد آجا. آنتیبیوتیک نمیخواد. داخل سرم هست. سلام آقا. آقا ببخشید. آخونده به من داخل. چرا داره با کردی اون هرتی که؟ آخونده با گودم بایده شما به دم استخ بیست و شما بشید دم استخ رو اندازشون بیرون درم ببند چشم آقا نه وایسا خودم همین الان میام چشم آقا مواظب باش بیت از این نظر فرید بچه بله بفهم. سلام علیکم. آقایون زودتر امرشون رو بفهمن چون خیلی کار دارن. ببخشید مزاحم شدیم. سوالاست که مزاحمی. چیکارش کنم؟ چه میدونم باهاش صدقه بده عجل معلق نیاد سر بچه‌ات. ببخشید تعارف نمی‌کنید چای قهوه چیزی در خدمتتون باشیم؟ من رضایت نمیدم حرف دیگه‌ای هم هست. حادثه‌ای بوده. بیایید و مردونگی کنید. از مردی افتادم دیگه. آیسنجری. به قول معروف در عفل عزتی است که در انتقام نیست. اون بنده خدا تو این دهکده مونده که شیخ عزیز آقای وکیل شیک و کراواتی رفقای اهل خیر من رضایت بده نیستم خودتونم خسته نکنین این خواد اینجا بمونه بره تهران یا لندن من رضایت نمیدم بابا آخی چی میخواین؟ کلافم کردین از بس همکلاسی و همرزم و چه میدونم همسایه و کوفت و زهرمار مزاحمم شدین 4-5 سال پیش زن و بچه‌ام نابود شده گفتن رضایت بده رضایت دادم لذتشم برد پاشونم اومدیم اینجا یه کمی آرامش داشته باشم سریع بچم کرد آی سنجری وفا به خاطر خدا اصلا به خاطر خداست که رضایت نمیدم جواب های هویه سمت آقا اینو راهنمایی کن تشریف میبره چشم آی سنجری عنایت بفرمایید هوا یک گرفته بود جادم که پر پیچ و خم ما هم توی این جاده پر پیچ و خم هی دنده میچاقیدیم بعد یه هایی چشمون افتاد دیدیم همون جوری که خودمون جوش آوردیم انگاری که رادیات ماشین اونم جوش آورد به اصل مطلب بپردازید خب اصل مطلب واسه تون تعریف میکنم یه هایی دیدم یه صدای اومد اولش فکر کردم که یکی اون تو داره با همون شوخی میکنه بعدش وقتی خودم رو رسوندم به پشت شیشه یه دفعه دیدم که ای دل غافل که بچه مردم تو خون خودش داشت بال بال میزد چاقو هم دست همین خانوم دختر سنجری وفا رو همه میشناختن هر روز ساعت 10 میومد اینجا نهار شامشو میخورد قلیون سیگارش هم میکشید و میرفت بعضی روزا با دوستاش میومد باباش هم به این رستورانی سفارش کرده بود که مواظبش باشن از روز اول که اومد گفت جون آدمیزا اینجا کلی چنده آقا بعدش هم دیدیم چاقو رو زد تو قلب دختره چاقو رو کی زد؟ سوال دارم آقای رئیس بفرمایید شاهد اظهار میکنن که موکل بنده اومد جلو و چاقو رو زد به قلب مقتول در حالی که چاقو از پشت به قلب مقتول اصابت کرده و ایشون هم مقابل مقتول ایستاده بودن قلب دیگه پشت رو نداره که من به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه رضایت نمیدم. فقط میخوام عدالت رعایت بکنی. همین، حرف دیگه اینم.
آخر این هفته حکم رو اعلام میکنم. ختم دادگاه. این بند یعنی غزل خداحافظی رو خوندن. چیه؟ ترسیدی؟ من بیگناه. اما من هم کشتم هم کمک کردم که بکشن. تمیز ما کار تمیز و ما هم که گناه نیست. پس من بیگناه هم. کار صاحب کار داره آزادم میکنه. نه ترس، یه بار که بیشتر ادامه ده کارن. رسمه چیه ما؟ حوریه هنو نسیمم چه؟ وجودان درد گرفتی؟ بابام مامانم داخل میشن. مامانم بابام تو رو زندون فوفول وکیلت اومده آماده شو بره. بجون گفتی اسم چیه؟ نسیمم. چه شکلیه؟ همون شکلی که زندگی کردی. دیشب خواب دیدم که خر شدم. 4 تا دست و پا داشتم. گوشم دراز شده بود. تو هم خواب میبینی؟ که خر شدی؟ پول داره دیگه رو میده خرش خیلی میره. عجب خری. بدبخت کارت تمومه. وکل سگ پدر سابکار حرومزاده پولو نداد. جاگه ای زنگلم رضایت نمیدن. کارت تمومه. بشین سر تو چیزی نشه. بشین برو اقا برو اقا بزنه کفتن بشین سر تو بشین چی نشه. بشین سر تو چیزی نشه. این مراسم شب اعدامه مگه نه؟ با این شم به دنیا اومدم. نه یه ساله شدم. ماما یادته میگفتی که دومی سال تولدم خرم شهر آزاد شد؟ خرداد 61. 2 3
سه چهار بابا می اومد اما هیچ وقت نبود. هفت هشت نه جشن تکلیف گرفت. بابا دیگه نیومد. گفتی دشمن میخواست کرموشا رو بگیره. بابات اسیر شده دخترم. اسم عملیاتش چی بود؟ ها؟ آها خودم میگم. عملیات مرساد. ولی کرموشا که از خونه ما خیلی دور بود. گفتی میاد. تو درس بخون. میاد. بابات میاد. خانم مهندس شو. میاد. باشه. 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 اسرا اومدن اما بابای من نیومد. بعضی دوستای بابا اومدن یه چیزایی گفتن. مامان سوخت. من آتیش گرفتم. مامان یادته دانشگاه قبول شدم چه ذوقی کردی؟ بابا از آن نمیدونست گریه کنه یا بخنده. 17 رو شمرده بودم 18، 19، 20، 21، 22، 23 بالاخره بابا اومد. منم فوق لیسانس گرفتم. نه خاموش شدم. تولدم مبارک. دست بزنی بابا. وای بابا نگاه کن مورچه رو نگاه. میدونی که مورچه 200 سال عمر کنه اگه البته اعدام نشه. بابای من بابا قوز نمی کنم. به خدا قوز نمی کنم. ببین چرا اینجوری میکنی؟ قول میدم. ببین قول میدم که صاف و محکم بیستم. اینطوری یعنی قول میدم یه طوری همچین راست سلام بیفته تو گردی کن. میدم آبرو تو نبرم بابا. خوز نمی کنم. خوز نمی کنم بابا. گوشکان حرفای تو من یاد اون کسی میندازه که با کلنگ زمین رو میکن با صدای بلند قرآن میخون تا تو کبیر آب بده. اما دریغ از یه چی که آب برهوت. اگه این نبود تا حالا دیوونه شده بود مثل تو. بریزم؟ نه نه زمان بکشید. مستی خود این از ماست. ما خودمون نخورده مست مستی. اه؟ بله. مستی؟ مستا دوست دارن یکی هم واسه شون عربی برست. من یه عمر زحمت کشیدم که خودم و این مردم واسه کسی عربی نرقصی. ولی شما رضایت بده من خودم واسه ات میرقصم. همچی واسه ات بشکم بزنم که از این انگشتام خون بشه. رقص خون؟ رقص خون چرا؟ تا کی؟ تا چند سال؟ آقای سنجری وفا من بابام تکیه‌دار امام حسین بود. عاشق امام حسین بود. اسم منم گذاشت امیر حسین. ما شدیم دیوونه حسین. عاشق حسین. جنگ شد گفتن حسینیاش بیان
مون رفته. حالا از جنوب به غرب، از کوه به بیابون، این برابر بالاخره اسیرمون کردن. جنگ تموم شد، باز اسیر بودیم. صلح شد، باز اسیر بودیم. این اواخر صدام که سقوط کرد، ما آزاد شد. حالا اینه که من عرض کنم قصه هست بر خودم. من دخترم پای چوبه ادامه چیکار میکنم؟ چیکار کنم که رضایت بدی؟ بریم. من یادم برشته شدم، جلز و بلز شدم، بود و نبودم اصلا مهم نیست. فقط دلم میخواد بتونم واسه بچه هم واسه دخترم این کاری بکنم. بیا چشم. بیا تا بهت بگم چی کار کنی تا بهت رضایت. چشم. تا این کارم نکردی بهت رضایت نمیدم. اینجا هم نیا چون رات نمیدم. دیگه هم از من توقع نداشت. سراغ منم نمیاد. حسابش از دستم در رفته، چقدر خرجش کرد. هر کی تو فکر کنی، هر جا که تو بگی، داخل، خارج، یه چی که ماه بود شده یه چی که گوشت. نه گریه ای، نه ناله ای. دلم تنگ بسه یه ذره خندهش، یه بابا گفتنش. این جیگرم سوخته، انگار یه گوله آتیش گذاشتن اینجا. با مادرش تو ماشین بودن تصادف کرد، مادر مرد، راحت شد. من دارم ذره ذره میمیرم. امیر حسین دیوونه ی حسین، برو با اون حسینت بگو امیر حسینم دیوونه ی حسینم. چرا همش من؟ یه بارم تو. ای حسینم، امیر حسینم، برو برو دیگه. یه دادی بزن، یه اعتراضی بکن، خونه رو بریز به هم، بزن دلت خونکش. من میدونم من بیه ورزه بودم، میدونم نبودم، من فقط برای تو درد زرم.
حاصل همین عمر تو جلو چشمت به خاطر من دارم ازت میگیرم. من که شکایتی ندارم. برو مرخصی. سلام. باز دوباره پیدات شد دیوونه این حسین. دیشب کربلایی شده. اه؟ انگار آقا رو دیدم. چی شد؟ خواستم بگم ولی روم نشد. خواستم بگم اسیر بودم. دیدم همه اهل بیتش به اسارت رفت. خواستم بگم جهاد کردم. دیدم جهاد من کجا، جهاد حسین کجا. خواستم بگم بچه‌ام. دیدم دستم خالی. دستم خیلی خالی. دست خالی چی کار میتونستم بکنم؟ حالا اومدم بهت بگم من خیلی مزاحمت شدم، هیچ کاری نتونستم برای بچه همون بود. حلال کنم.